دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گنه چنین مجازات شدیم، کشتیم خرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گنه چنین مجازات شدیم، کشتیم سوفیسم صوفی عارف، کشتیم خرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد آخوند و موبد و کشیش و دکان و خرافات شدیم. به دلیل اینکه تمام شنوندگان این برنامه میلیاردها برابر من شعور و فهم و اندیشه دارن، خدا را برای بچه های زیر 2 ماه توضیح میدیم که اونها هم جذب این برنامه بشن. خدا در برنامه ها توضیح دادیم که عادل است، بر همه موجودات کره زمین مثل شتاب جاذبه است، مثل هواست، مثل شتاب جاذبه است. 9 و 8 روی خر هست، رو سگ هست، رو من هست، رو قاتل هست، رو مقتولم هست. حالا فکر کن کوچولوی عزیز که مادرت میشینه سر نماز و وضع مالیش خوب نیست، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ای شتاب جاذبه به من پول بده. شتاب جاذبه میگه بیا، من نمیتونم به تو پول بدم، من شتاب جاذبه‌ام. به این میگن هو. اون وقت مادرت میره مسجد گریه میکنه، بچهش مریضه، این شتاب جاذبه بچه‌مو نجات بده. شتاب جاذبه میگه من کاری نیستم، اصلا من هوم. ای شتاب جاذبه که درختان را درست کردی، میگه درسته، من هوم، من خدام، من از رگ گردن مثل همین هوا به شما نزدیکترم، اما من هوام، نمیتونم تلویزیون درست کنم. میفهمید؟ من هوام. این دعاها سیفون رو بکشت، به من نمیرسه، برسه هم من کاری نمیتونم بکنم. اینه مشکل هو، که دست و پا نداره، همه جا هست، رو همه هست، واسه همه هست، واسه هیچکی کاری انجام نمیده. پس خالق سماوات و زمین، آسمان ها و زمین هوه. My friend, where is God? What's your God? Who is God? میفهمید؟ یک بشر اینو ساخته، یک بشر تلویزیون میسازه، یک بشر به گربه ها آب میدهد، سگ ها را نوازش میکند، درخت ها را میکارد، یک بشر. پس خدا یعنی هوا، شتاب جاذبه یعنی هو، الله رو آفرید یعنی انسان کامل رو، که بقیه کارا رو این دست و پا داره بکنه. میفهمید؟ خوش آمدید به 177 برنامه‌ای که گاد رو نمیفهمیم و زرت و زد سی نمیزنیم، عربده میزنیم، گریه میکنیم و دعاهای مسخره به دلیل اینکه موجودی به نام هو رو نمیشناسیم، هر شب و صبح بهش توهین میکنیم، میگیم الله اکبر، هو اکبره. بعد هو میگه مرتی که یه اصغر، کی اکبره؟
میفهمی؟ تعریف هو چیز دیگه ایه و هو هیچ چیز نمی آفرینه. هو هیچ وقت هیچ کاری نمی کنه. هو حاجت تو را برآورده نخواهد کرد. هو تو را به جهنم نخواهد برد. هو تو را به بهش نخواهد برد. هو همینطور که به قاتل کمک میکنه در کشتن اون فرد تو زندان اوین، به مقتول هم کمک میکنه که بهتر بمیره. That's it. Welcome to 177 برنامه ریسا، برنامه کاملا علمی. Welcome. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم. خب پس داستان آفرینشی که در برنامه ریستارت علمی به همراه قوانین داروین توضیح داده شد، برای شما مشخص کرد که اون داستانی که توی کتاب ها شما دارید میخونید کلن و حواس. اما مشکل کجاست؟ مشکل دیالوگیست که صوفیسم به صوفی گفته، یا صوفیسم به یه آدمی گفته. محمد ابن عبدالله نه صوفی بوده، نه عارف بوده، نه پیغمبر بوده، نه نبی بوده، نه رسول بوده. پیام بهش دادن ریستارت پخش کن، پخش کن. اولا تو فامیلاش پخش کرد، دوستاش پخش کرد، هیچ کار خاصی انجام ندادن. ادیان جمع شدن، یعنی حیوانات، موجودات جمع شدن، حاکمین جمع شدن، وزرا جمع شدن، وزارت اطلاعات جمع شد، سپاه جمع شد. آقا این چی چیزای جدید داره میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت اصلا کلا میگه مسیح داستانش فرق میکنه، موسی فرق میکنه، آفرینش فرق میکنه. بعد میگه زمین گرده. گفت نه آقا، گفت حتی یهودی ها باش مشکل دارن، میگه زمین گرده. کتاب تورات اصلا به دین نیست، کل ادیان داده رو هوا. گفت چی میگه؟ گفت نمیدونم، جوان ها دارن جذب میشن، نمیدونم چی میگه. بدتر از همه میدونی چیه؟ گفت نه، گفت بچه های سپاه و بسیج دارن جذب میشن، قاطی کردن اصلا راجب گاد و هو قاطی کردن اصلا. گفتی چیکار کنیم؟ گفت اصلا باید ریشه بزنیمش، باید بهش مبارزه کنیم. ریستارت پخش شد، فقط حرف درست علمی حرف زد. گفت دین مسیح چی بوده؟ مسیح کجا رفته اونجا؟ واسه چی مسیح به بقیه مردم خدمت نکرد؟ داستان آفرینش داره کلن عوض میشه. پس خدا آدم را نیافرید، حوا را آفرید. میلیون ها ساله که انسان نماها و حیوانات مثل من و تو زندگی میکردن. ژن جدیدی آفریده شد. چجوری آفریده شد؟ زمان یک موجودی یا یه فردی، مسیحا میگن روح القدس، ما هم همونه میذاریم فعلا اسمشو، روح القدس آمد و با حوا بچه دار شد. کجا؟ توی باقی. کجا؟ تو سریلانکا. کی گفت؟ صوفیا گفتیم. تو اون باغ خانم بارداره، ویار داره، ویار فهمیده. بهش گفتن از این درخت نخور. گفت چرا نخورم؟ گفت نخور، ویار که داره براش حرجی نیست، دست خودش نیست. خورد. آدمی نبوده، داستان کلا عوض شد، آدم تو شکمش بوده. وقتی این خورد، بچه هم خورد. اصلا برای همین میگن آدم هیچ گناهی نکرده. اصلا گناهی نکرده، آدم شکم مامانه بوده، یعنی انسان تو شکم یک حیوان بوده، گناهی نکرده. اصلا مادر ویار داشته. خدا هم گفت اشکال نداره که ویار داری. شیطان گفت کی به تو گفت؟ گفت شیطان. گفت شیطان کیه؟ گفت شیطان به من گفت اگه اینو بخوری به خدا میرسی، خدا میشی. وقتی که خدا بهش گفت برو از بهشت من بیرون، از این جنت سریلانکا برو بیرون، برو وسط حیوانا، برو وقتی فکر پیش فک و فامیله، گفت که خدایا پس شیطان راست میگفت دیگه. گفت چرا؟ گفت چون برای اینکه شما گفتی بچه من میشه انسان کامل، صوفیسم. گفت بله. و دروغ نگفت.
گفت نه. گفت پس چرا اخراج میکنیم ما رو اصلا؟ گفت ما به بهانه میدیم، به بهانه اخراج میکنیم، ما ذاتمون اینه. این کلی داستان عوض شد. دختره ویار داشته، خب حق داشته بخوره دیگه، هر چی دلش بخواد میخوره دیگه. بعضی خانوما خاک میخورن و بگین بزنیم ایشون. و اومد گفت من چیزی میدونم که تو نمیدونی. چرا؟ چون من چیزی تو این نهفتم تو شکم تو به نام بچه‌ای که خرد و اندیش است، این قراره بره، تو کارتو بکن. قبیله جمع شدن گفتن آقا ببخشید ما همه حیوانیم؟ گفت بله همه حیوانیم. من رفتم تو اون باغ فهمیدم. گفت میشه بفهمید من چه حیوانیم؟ من سگم مثلا. گفت به من یاد دادن این چیزایی که شما در کتاب ها خوندین همش رو اهل تصوف داده بیرون. گفته سال 12 ماهه، هر ماهش یه حیوانه. این قضیه از اونجا شروع شد. گفت امسال سال سگه، هر 12 سالم یک حیوانه. پس مردم کره زمین تقسیم بندی شدن. گفت ما کیم؟ ما دایناسوریم. گفت شما دایناسور نیستی. گفت چیم ما؟ گفت شما سال سگی. چه سال به دنیا آمدی؟ گفت فلان. گفت شما سال سگی. گفت شما من چی هم؟ گفت شما سال خوکی. گفت شما چی؟ گفت من خروسم. اون چیه؟ من اژدها. اون چیه؟ این 12 حیوان تمام انسان نماهای طول تاریخ بشریت از زمانی که کره زمین حرکت کرده تا الان چندین بارم مثل حضرت نوح میگن اومده برده همه رو کشته همه رو نابود کرده، این 12 تا حیوان همیشه بودن و انسان نماها از این 12 تا خارج نیستن. این خودش راز اهل تصوف بوده که گفتن فالگیرها و رمالا نشستن کارت دست خودشون میریزن. یعنی یه عده شبیه خوکن. چنو خوکن؟ میگه خب روزتو بگو. میگه من فلان ماه به دنیا آمدم. میگه خب حالا این اینه، اگه آبان ماهی هستی عقربی. میگه اه پس من الان شما گفتی سال گاوم. گفت بله سالت گاوه، ماهت عقربه. راستی اسم ننت چیه؟ این راز سوم باز میشه دازه. پس از کجا در دوران موسی فرعون فهمید که بچه‌ای داره به دنیا میاد؟ از کجا فهمید؟ چون همه حیوان بودن. نگاه کرد دیگه، شما فکر کن من 100 تا گاو دارم یه آدمی وایساده، میفهمم اون بره میاد دیگه. 100 تا گاون توی تویله یکی اینطوری وایساده، اونو گاو میبینم چشمکم میزنه، میگم خب این آدمه دیگه. اونا اومدن تو تاریخ و شرایطش متوجه شدن، چیزی که الان تو کره زمین حکومت‌ها نمیتونن انجام بدن اون موقع انجام دادن. همه خود توراتشون نوشته، خود برو پیش یهودی خود تورات نوشته. میگه چی؟ میگه که گفتن آقا فلان روز به دنیا میاد. پس این فالی که میگیرن 12 تا حیوان در سال، 12 عددش مال صوفیسمه، صوفی اینو لو داده. ساعت و 24 ساعت و اینا رو صوفی داده بیرون. فال کف دست و صوفی داده بیرون، درسته؟ چون کف دست هر کسی بعدها مردم احمق فهمیدن در کره زمین که خطهای کف دست 500 سال پیش فال کف دست میدیدن، اما چینیا 2500-3000 سال پیش هر کی نگاه من کف دستش نگاه میکردن میگفتن خب این آدم خوبیه میتونیم باش معامله کنیم. همون موقع میکردن این کارو. بعدن اثر انگوش به دست اومد. چرا؟ بس اون موقع که اینا میدونستن چرا دانشمند نمیگن اثر انگوش چیه؟ میتونستن بفهمن چطور از خطیشون میفهمید. هر انسانی در کره زمین اثر انگوشش با ننش فرق میکنه، با برادرش که دو قلوه به دنیا اومده هم فرق میکنه. این رازه. چطوری امکان داره دو تا پسر از شکم مادر میان بیرون همه چیزشون شبیه دو قلوه هم مشخص اثر انگوش فرق میکنه؟ چطور فرق میکنه؟ از یه خون خوردن، از خون مادر خوردن. بچه اینجوری، ما بچه ایم. وقتی عرفا میگن همه پادشاه ها مسخرن بچن همه خرری سارتن، راست میگن. چرا؟ وقتی خون شکم مادرش میخورد پسر میگفت به به
بزرگتر شد، بهش قاقالیلی شیر دادن، گفت به به بهترین غذا. یه خورده بزرگتر شد، بستنی خورد، به به تا الان چلو کباب میخوره، به به. انقدر احمقه بعد از مرگ چیزای بهتر میخوره، میگه وای این به به اینا بوده، اونا اصلا به به نبوده. ولی یه بچه را اگه بهش بگی که همین الان پس جلو پسرت یه لیوان خون هیز بذاری، نمیفهمه. این کار به داستان مولوی اینا راز توش، که به اون شاگرده که عاشق دختر شد به دختری قرص داد، که قبلا توضیح دادم این خونابه دختر ریخت توی تشت. داستان این بود، ریخت توی تشت. پسره که میومد سر کلاسش و حواسش به دختره بود، یه روز که اومد دختره نیست، یه لیوان گذاشت جلوش، گفت چیه؟ گفت این بخورینه. گفت این چیه؟ گفت خون هیزه اینه، خون این دو خونابه اینه. گفت من نمیخورم. گفت ببین دختره رو، ببین دختره رو، دیگه اصلا دختره زشته. گفت این چرا این شکلیش؟ گفت من هیچ کاریش نکردم، از این دختر اینو کشیدم بیرون، این آب رو آوردم بیرون، قرص بهش دادم، هر روز بیماریش تکرار شد. به جای اینکه چند روز دور تناوب چیش را بیفته خانوما، بیماری خانوما بیشتر شد. گفت بچه نگاه زشته. گفت این اومد ازش بیرون، این مفهوم داره. یعنی داره میگه آقای اپوزیسیون، آقای دانشمند، آقای فلان، شما عاشق کره زمین شدی که این توشه. یک صوفی فرقش با تو اینی که این آبر میبینه نمیتونه بخوره دیگه، میفهمی؟ نمیتونه بخوره. بعد مولوی گفت تو برنامه ریسار تو به ریاست جمهوری فروختی، تو برنامه ریسارت رو، مولوی میگه منو، یعنی منو این ریسارت رو، منو به این آب فروختی. تو به جایی که سر کلاس هم به من گوش کنی، به این آب گوش میکردی، دنبال این دختره بودی. حالا این چیه؟ این دختره چیه؟ حالا این کره زمین چیه؟ حالا این غذایه چیه؟ راز از کجا فاش میشه؟ از اینجا که به شما گفتم بچه پدر مادر انتخاب میکنه، نه پدر مادر بچه رو. یعنی هیچ پدر مادری پدر مادر بچه نیستن در کره زمین. وقتی که انسان میمیره پدر مادر واقعیش میبینه. یعنی وقتی شما میمیری تازه میفهمی این بابات بابات نیست، خود بابات باباست، خود بچه باباست، خود بابا بچه است. تو انجیل نوشته، تو تورات نوشته، هر به زبان دیگه. عیسی مادرشه، مادرش مولوی میگه، عطار میگه عیسی مادرش بود. میگن آقا اون مادرش بود، این پسرش ما رو گرفتی. گفت نه نمیبینی، نمیبینی این صفر صفرمو گذاشتن یک مساوی دو نشه. طبق قانون صفر صفرمو وقتی من بذارم یک مساوی دو میشه. آقا نمیبینه، چشم دل باز نکره که جان بینه آنچه نادیدنیست آن بینه. نمیبینه، حیوانه، نمیبینه. نمیبینه. تو تمام این کتاب‌های اهل تصوف به صورت واضح بیان شده، گفته انسان نماها 12 قسمتن، 12 حالت دارن. خود انسان نما یکیشون سال گرگه، سال خوک. پس هیچ انسان نمایی آقا حسینی گرگ نیست، سال گرگ نداریم. رازه. چرا سال حیوانای دیگه نداریم؟ میگه اینا همه سال خوکن. خوک چه مشخصاتی داره؟ خوک خیلی لزبیانیه، خیلی دنبال سکسه، بعد گیه، بعد روابط ذهنی خودشو داره، نه اینکه بده، نوع فکریشه. روی سکس و روی زن و بعد شوهرش یه تفکرات دیگه ای داره، یه تفکرات جدید داره و یه شخصیتی داره. خروس، حالا این حیوان بدیه، خوک نه. خروس چی؟ خروس اصلا 30 تا زن داره، حلال همه، همه اصلا خیلی عجیبه. تنها دین خروس، تنها دینیه که 500 تا زن داره، همه هم حلالن به هم، اصلا کسی کاری باشی نداره. ما با هم اعدام کنیم بعد خروس دونه 16 تا زن داره؟ من نمیدونم این فمینیستا کجا هم بعد الان باید خروس بگیرن. هیچ خروس نباید کره زمین باشه، این هر شب این خروس ها با این اونن. بعد انقدرم پر رویه که 16 تا زن داره، نمیذاره یکی بره سراغ زنش حمله میکنه، اصلا نمیدونم برای چی. بعد
تخم این آدمی که خیلی خروسه میدن ما میخوریم، ما تخم خروسه میخوریم ولی مال که مرغ میشه تخم مرغ میخوریم ولی مال اونو نباید بخوریم. این که مال اینو بخوریم مال اونو نخوریم این سواله. یکی سوال اسب آقا، پس این مشخصه اون شخصیت هست و ماه داره و روز داره و اینو در برنامه های شب خیران توضیح دادم. همین تخت نرد رو اسرارش من برای اولین بار فاش کردم و به شما گفتم که تخت نرد بازی عرفانیه، بازی مسخره نیست که شما بازی میکنید. تخت نرد مال پرشیاس، مال اهل تصوفه. تخت نرد چی داره؟ بهتون گفتم ماه و سال و روز و اینا همه تو تخت نرد. تاس شیشش روبرو یکه، یعنی هفت روز هفته. 15 تا خونه اونور روبرو داری، 15 تا اینور داریم، 30 روز ماهه. توضیح دادم گفتم تخت نرد اینجوری دو فصل، چهار فصله، هر دو تا صفحه روزگار داره توش که چهار فصل توشه. قشنگ تو توش توضیح دادم اون یه بار برنامه شب خیرات بشه ببین چه اسراری در شب خیر در تخت نرد وجود داره که تو تاس می‌ریزی. این تاسو دارن می‌ریزن و این دنیا بازیچه نیست، این دنیا با این راز شروع میشه. پدر و مادر بچه رو انتخاب میکنن؟ نو، بچه پدر مادر انتخاب میکنن. این بچه کجاست که پدر مادر انتخاب میکنه؟ پس یه موجودی وجود داره به نام بچه، این بچه در یه جایی هست، این میاد و یک پسری رو به یه دختری میرسونه، این دوتا دختر و پسر الکی زرت و زرت عاشق میشن، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، یه حیوان دیگه میدن بیرون. سوال عمیق اینه که چگونه یک مادر و پدری رو بچه ای انتخاب میکنه که بعدش به دنیا میاد؟ سوفیسم برای چی وارد کره زمین شد از اینجا میفهمیم. سوفیست مادرش انتخاب کرد، یعنی نطفه در هوای حیوان کاشته شد. پس نشون میده که نطفه تو هر جا کاشته بشه این رشد میکنه، یه تغییراتی میده. یه بار مرور کنیم ببینیم ریستارتی ها چیزی ریستارتی میشن. ریستارتی ها وقتی ریستارتی میشن که سوفیست رو پیدا میکنن، یعنی یک موجودی رو پیدا میکنن که میفهمن که آقا این به خدا رابطه داره، این با خدا وصله، این فقط وصله به خدا. بعضی ها دیوار میاد تو میفهمن، بعضی ها تو غار نشستن، یه موجودی میاد قش میکنن، فکرشون کلک میشه میفتن و میگن اله علیم و اله، میگن چی نگفت؟ میگه الف لام میم رازه، راز اینی ترزیده یا یارو درزیده، میگه الف لام میم نمیتونه حرف بزن، لکته زبان محمده، میگن ترزیده درزیده چه نگفت؟ گفت چی دیده نیم و من نوشت یارو نوشت الف لام میم، او بک بوده اون تو دیگه نوشت الف لام میم، گفت چی؟ گفت الف لام میم، فکر یارو افتاده قش کرده داره میبوده نیم و مرف بزنه تا ها ساکا گازه جایی تو به اینطوری وقتی میترزی اینجوری دیگه یه سه تا افعی و دو تا گرگ به ندم تو سره بیفهمی یا یا و اینو می نویسم یا یهوی چینیه خیلی مطلب توشه نه آقا ترزیشه رازم توش هست یعنی ترسیده. چرا رازش تو اینه که چی دیده گفته کاهاساد؟ چرا فرداش نگفته الف لام میم، یه دفعه دیگه گفته الام میم؟ چی دیده؟ اینو اون میفهمه. و همین خاطر دین محمد اثر انگشت مال محمده، به والله هیچ ربطی به عیسی نداره، هیچ تأثیری هم برای هم دیگه نداره. محمد اثر انگشتش اثر انگشت محمده، شاه نعمت الله ولی اثر انگشت خودشه، بایزید بسطامی اثر انگشت خودشه، موسی اثر انگشت خودشه. موسی گفته هه شه فه هه، هیچ کی ننوشته چون ده فرمان داده بیرون، ولی اونم گفته که هه فه شه. ما وقتی وسط جاده دیده خب نور تولید شده چه آتش اومده، گفته که منم خدای تو، تعجب کرده گفته خدای من کی حرف زده؟ کاش این شه فه ننوشته، چیزی نبوده بنویسه، ده نابوده ننوشته، اگه با زنش بنویسه زنش مینوشته. بابا شما اونجا گفتی که شه فه هه. پس لایک تورا دارن یه کشفه و نهسه هست، کسی نمی‌بینه اینا اصلا انگوش خودشون، اصلا هیچ ربطی به دیگری نداره. برای همین میگه پس به هر دوری ولی قائم است،
با یه اثر انگوش تو یک جسم. پس به هر دوری هر زمانی ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. من به موسی اعتقاد دارم، میگه ولی الان موسی اصلا اثر انگوش به در شما نمیخوره. موسی یه چیز دیگه است، اثر انگوش موسی به در شما نمیخوره. شما الان داری زندگی میکنی. نه من پیاده میرم دیگه، نامه رو میدم مادرم، بابا با تلگرام بزن، اصلا نمیخونه، اصلا شبیه هم نیستن، تکنولوژی تغییر کرده. صوفیس وارد کره زمین شد. چیش وارد شد؟ روحش؟ نه، روحش بعد از چند مدت، به قول این آخونده میگن سه ماهگی روح دار میشه. پس اول یه چیزی وارد شده، بعد روح اومده. تو برنامه قبل توضیح دادم که صوفیس نمیخوابه، خوابش نمیگیره، چرتش نمیگیره. صوفیس وارد یک جسم میشه، یه چیزی وارد یک جسم شده، جسم به وجود اومده، شکم مادر و بعد نطفه توش تغییر پیدا کرده، جایگاه جسم تولید شده برای روح، روح اومده توی و این همینطوری داره میاد و میره. یعنی این روحه هنوز هست. وقتی ما یه صوفیسمی رو میکشیم، این صوفیسم همون صوفیسمه، جسمش میره، روحش در شکل دیگه تو ثانیه، تو همون ثانیه تولید میشه و دوباره به وجود میاد و دوباره ادامه پیدا میکنه. نمیمیره. این اگه صوفیسم میکرسن احمقه، او از این نمیمیره هیچ وقت، همیشه هست. وارد زمین میشه برای اینکه بشر رو نجات بده، که اینا رو توضیح دادیم. خب پس صوفیسم یه چیزی وارد یک حیوان نما میکنه، این چیزی که وارد این حیوان نما میکنه جسم بعد از مرگ رو هم وارد میکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اندیشه وارد میشه، خرد وارد میشه، گاد وارد میشه، شناختن گاد وارد میشه، جسمی رو در بدن مادر تولید میکنه. این اندیشه و خرده که داره مکافات شدیم به خاطر اینکه کشتیم این خرد و اندیشه رو، این کمک میکنه تا چی بشه؟ تا جسم اون دنیا ساخته شه. پس چرا قبلش هیچ کس به اون دنیا نمیرسه؟ جسم ساخته نشده بود. کی جسم رو وارد کرد؟ اولین صوفیسمی که وارد شکم حوا شد، این جسم رو تولید کرد که بتونه بره بالا. یعنی یه شاتلی وارد کرد که بدون اینکه بفهمیم تو این شکم مادره این درست نمیشه، ولی تو شکم مادره بعدی درست میشه. یعنی اون ژنی که داشته باشه این کارو میکنه و میره. خب آقا حسینی، پس اینجوری باشه برای چی این کارو کرده؟ برای اینکه صوفیسم میخواست یه عده رو وارد آسمان هفتم کنه. من مثال میزنم، آسمان هفتم، مثالی که چون شما شنیدین میزنم. برای رفتن به حال آسمان هفتم ابتدا باید شاتل درست کنه. پس معلومه که صوفیس وایساده، یه سری جوون و پسر دخترم وایسادن، میگه قربان ما رو نمیبری اونجا؟ میگه نمیتونم ببرم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه بری اونجا باید یه چی بری تو یه جا بیای بری اونجا، باید سوار شاتلشیم بریم مریخ. ناسا ما زنگ بزنیم نمیتونیم، 7 میلیارد که نمیتونم ببرم که. ما یه سفینه داریم اینجا 20 نفری میبریم، 30 نفری میبریم، هر شکم مادر دو قلو سه قلو درست میکنیم. گفتم بس چیکار کنیم؟ پس در دنیای ناکجا آباد که هیچه، از اینجا داستان شروع میشه. صوفیس وایساده، یه سری موجودم وایسادن، میگه 3 2 1 مسابقه آغاز شد، بدوید، هر کی زودتر میرسه نوبتش زودتر میرسه. به نفر اول تا دهم میگه بفهمید تو کره زمین. میگه خب ما بریم کره زمین، اسمش چیه؟ میگه اونجا پدرت در میاد. اشکال نداره، بری بعد جسمتو بسازیم بری مرحله بعد، دنیای بعد، این جسم بعد با تو بیاد، این تکامل اسمش، تا ببرمت اونجا. اول باید بیای دامنه کوهو ببینی که بری نقطه قله کوه، نمیتونیم به قله قاف برسیم پسر خوب. و این موجود میگه اوکی،
نوبتش که میرسه در اون زمان در کره زمین پدر مادرش انتخاب میکنه، میگه از این من میرم بیرون، میره تو اون شکم میاد بیرون. چرا انتخاب میکنه؟ چرا من از شکم مثلا یک پولدار نمیام بیرون، از شکم یه فقیر میام بیرون؟ اثر انگشت اون بچه آزمایششو نوشته، یعنی توی آزمایشگاه نوشته ایشون بیماری فلان داره، برای رشد و رسیدن به تکامل باید آمپیسیلین بخوره، با اون یکی نوشته شما نمیم مفنگسید بخور مثلا. اصلا نسخه‌ای که برای میپیچن با اون فرق میکنه، این نسخهش در شکم فقیر رشد میکنه، اون نسخهش در شکم یک بازیگر رشد میکنه. یعنی بچهه بدون این که بفهمه لحظه‌ای که نطفش کاشته میشه تا زمانی که روح میخواد بیاد، یعنی صفحه مجازی، روح یعنی قطره ای از اون موجوده که اونجا وایساده، بلوتوث میشه تو اون، اون اونجاست، دکمه میزنه میگه 3 2 1 بزن برو، اوکی شما برو تو، میاد تو. این میره وارد شکم یه مادره، پدری میشه و اونجا شروع میکنه رشد کردن، رشد میکنه تا جسمشو بسازه بتونه سفر توی این سیاره، توی این فضاهایی که باید بره، بره بالا. اونا هستن، به همین خاطر پدر مادرهایی هستن که حیوانن، اون انتخابش میکنه میاد، اما چون این رشته خرد و اندیشه توی آدم ها وجود داره، انتخابش هم کار سختی. بریم یه نفر ریستارتی میشه، اینو میخواستم بگم، چجوری ریستارتی میشه؟ یک گروه از اینا انسان هم، بقیه چی هم؟ آقا حسین ببین، صوفیسم انسان رو انسان نمیکنه، علمیه. یعنی صوفیسم وقتی میره از این دنیا، از این 4 تا بچه طبق قانون مندل یکی از اینا زرد دیگه، جنش زرد، هم شبیه قبلیه، یعنی صوفیسمه، یعنی قطره ایست از این صوفیسم، درسته؟ این دریاست، هاشتوه، این هاشتوه، این چی؟ صوفیسم اینو نجات نمیده، این آلردی نجات یافته است، اصلا جنش توشه. اون ستای دیگه مشکل دارن. برای همین صوفیسم برای نجات سومی، یعنی آخری، هم مثل این اولی است، این اصلا حیوانه، اصلا هیچ نجات پیدا نمیکنه مگر اتفاقاتی بیفته توش، حالا توضیح بعد بدم. اون دوتای وسط گیرن که این حیوانات چجوری بدن بالا، این سوال دیگه. این که انسان میبره بالا که خودش میره بالا، زبالا این بالا میریم دیگه، بقیه چی؟ کاری که صوفیسم میکنه اینه، وقتی شما ریستارتی میشی، یعنی کاری که من راجع محمد اتفاق افتاد داره شما میگم، برای مسیح هم همین اتفاق افتاده، هر کی ریستارتی شده این تواصلش افتاده. یک زمانی محمد صوفیسم شناخت، یعنی فهمید موضوع، نه اینکه صوفیسم رو بدونه بفهمه، نه شناخت. اینکه شما یه صوفیسم بگی حسن صوفیسمه، مایکل صوفیسمه، فایده نداره. صوفیسم باید ببینی، دیوار رو تو ببینی، باید یه جوری بشه ببینیش، ماتریکس باید واس چه تا ببینیش. حالا صوفیسم هیچ کاری نمیتونه بکنه، راه این که تو رو که حیوانی نجات بده اینه که شما رو میبره یه جایی، یه چیزی تو تو میذاره، یعنی عزیزالدین نصفی میگه تو دل این، نه این دل، تو اون دل میکاره، بذر رفتن زبالای ما بالا میرویم و میکاره این تو. اوکی، بعد چی میشه؟ بعد بهش میگه این کارا رو بکن. چه کارایی؟ میگه این کارا رو حالا میتونی بکنی. میگه خب من قبلش نماز خوندم، روزه گرفتم، خمس گرفتم. گفت به ما وصل نبودی، شما نمیدونم برای چی میخوندی. مثلا اینی که دستش رو دیوار هی فشار میده. میگه چیکار میکنی؟ میگه من کار انجام میدم طبق قانون. میگه کار باید جابجایی بشه، این جابجایی نیازی به اتفاق انرژی رو مصرف میکنی، کار مهمی اصلا انجام نمیدی، کار انجام نمیدی. من 8 ساعت به دیوار فشار میدم، پول بده، پول نمیدم. میگه 8 ساعت به دیوار فشار میدی، دیوار کار نمیکنی.
توی این میکاره، نطفه توی این کاشته میشه. این آدم با دستوراتی که بهش میدن، یعنی محمد وقتی نطفه رو کاشتن توش، عیسی وقتی رفتش یحیای تعمید دهنده قسل داد بهش. قسل چرا داد؟ حالا آب خودش رازه، خیلی مهمه. قسل بهش داد، میگن قسل داد بهش. اوکی، کرد تو آب اومد بیرون، بهش یه چیزی داد، نطفه عیسی رو تو شکمش کاشت، یعنی تو دلش کاشت. عیسی وقتی این بذر کاشته شد، حالا باید آب بهش بده، اینو رشد بده. این هرچی رشد بیشتر پیدا کنه، جهان هستی رو بیشتر میشناسه. فردی مثل محمد اینو فهمید، شروع کرد اون دستوراتی که بهش داد و انجام داد. واقعا وقتی انجام داد، این نطفهش دیگه رشد کردن، رشد کردن، رسید به یه جایی که قدرت بدنیش، جسمیش، یعنی این جسم، نه اون جسم برزخی که اونجا ساختن، این جسم توانست موجود رو ببینه. یعنی الان اون موجودی که محمد دید الان اینجا ظاهر بشه، شما مثل بمب اتم میمیری. فکر نکن چرا برای من ظاهر نمیشه. میمیری یا چی؟ ازش شوخی نکن. چرا بمب اتم رو در کنار من منفجر نمیکنی؟ من ذاتش رو ببینم. میمیری، ذاتش به ذاتت میزنه. اون جسمش اول باید درست کنه، این علمیه، باید جسمش درست کنه. این تو اون میکاره. پس هر سوفیسمی بخواد یک آدم حیوان رو مثل حسینی رو ریستارتی کنه، باید بیاد ببینش. امام رضا شفا داد. امام رضا اصلا شما رو نمیتونه الان ببینه که کو. امام رضا، امام رضا باید دست شما رو بگیره آقای عشیه، باید شما رو ببینه. یعنی باید اون سوفیسم پس به هر دوری ولی باشه، اونجا باشه، ببینیش، این نطفه رو بکاره. اون میکاره، نطفه رو میکاره، بیل میزنه، میکاره، بیل خاک بریزه روش، تق میبنده، میگه کاشتیم، بفرمیم. قبلی اصلا نمیتونه این کارو بکنه، قبلی تمام شد، قبلی دیگه نطفه رو نمیتونه بکاره. تا یه زمانی این درخته کار میکنه، بعد آب و هوا قطع میشه، میمیره. برای همین در تورات و انجیل یا کتاب عرفا نوشته که ظلمات الا نور، نور الا ظلمات. یعنی چی؟ یعنی همین داستان، انسان نما با حیوان رو تبدیل میکنیم به بشر، بشر رو تبدیل میکنیم به حیوان. این مهمه، یعنی از ظلمات میبریم تو نور، از نور میبریم تو ظلمات. میگه ما این کارو میکنیم فقط. یعنی سوفیست میگه من الان ناجی تو هم. عیسی میگه، میگه راه نجات شما فقط از من میگذره، من تعیین میکنم کی حیوان شه کی انسان شه. فقط سوفیست میتونه این کارو بکنه، تبدیلشو. اوکی، پس باید اینو پیدا کنه تا انجام بده. اما صوفیان دیگر هم در طول تاریخ نشون داده که این کار بدل رو انجام میده، یعنی تبدیل میکنن موجود حیوان رو به انسان. سگ از خواب کف یهو نجات پیدا میکنه و از حیوانیت خارج میشه. پس راه رفتن اون دنیا شاتله. شاتل احتیاج به یه چیزی کاشتنه، باید بهت بدن. اینو فقط صوفیسم میتونه بده، هیچ کس دیگه به شما نمیتونه بده. برای همین در تصوف بعضی جملات رو باید تفسیر کنیم. میگه دست به کار، دل به یار. یعنی چی؟ یعنی من میدونم که فلان رئیس جمهور، رئیس جمهور نمیشه، ولی تا آخرین قطره خونم تلاش میکنم که بشه. بعضی این هم نفهمیدن، بعضی ها فکر میکنن که دل به یار و دست به کار یعنی باره بشین خدا بزرگی. اینجوری نی، شما درسته که یه چیزی رو میدونی، ولی میدونی کافی نیست. اصلا به همین خاطر یونس و پدرشش در میوردن. خب من میدونستم، شما گفتی که برو اینا دیگه آدم نمیشن. گفت شما تا آخرین لحظه باید مبارزه میکردی، باید میجنگیدی. این زمینیه، ریسات هواییه، بله خدا بزرگی، درسته، کمک میکنه، بله سوفیس کمک میکنه، بله میکنه. شما کارتو باید بکنی، شما باید از این آدم دفاع کنی تا آخرین لحظه. دفاع کن، اومده شد. ای آقا حسین یه مثال میزنید، اومده شد. بله یونس نفرین شد، همه بعد میمردن، اومده شد، یه صوفی نجاتش داد، اومد گفت این کارو کنید میشه. راهش بلد بود، راهش باید بلد بشه. منظورم اینه که با تخیل و با خیال و بشینی نماز بخونی بسم الله الرحمن الرحیم و اینا، قل و لا، خدای به من پول بده، خدا به تو پول نمیتونه بده. پولو بعد یه کسی بده به تو، پولو بعد یه کسی به شما بده.
خدا آبربانک نیست، خدا مثل شتاب جاذبه است. انسان کامل رزاقیت رو به یک صوفی داده، نه به خودش. یک صوفی در کره زمین رزاقه، یه آدمه رزاقه. همون آدم برای حیوانات رزاق نیست. نشونش آقای موسی گفت من رزاق انسان هستم، قربان میتونم به حیوانات گفت برو غذا بده به وال، رفت غذا هرچی ماهی میگرفت میداد سیر نمیشه. گفت نمیتونی آجی، اینا هر کدوم بشه با هم قوانین میدن و بعد انجام بده. خب هو و انسان کامل چجوری با ما ارتباط برقرار میکنند؟ تا یواشش داریم توضیح میدیم که تو برنامه بعدی بتونیم بگیم که چجوری بچه ها رو میتونیم ارزم وزر شما که بچه انسان تولید کنیم. پس میشه بچه انسان تولید کرد. شریعت یعنی چیزی که در ادیان بهش مثال میزنن، بعد از پیدا کردن صوفیسم برای شما مفید خواهد. قبلش مفید نیست. چرا؟ برای اینکه یک از اسراری که براتون باید توضیح بدن تا برنامه بعد. نماز رابطه بین صوفیسم و صوفیان و ریستارتیا، یعنی یه اپیه که دانلود میکنی که باید عضو شی، اسم و فامیلی تو این اپ باید بنویسی، وقتی میای بالا بتونی با هم چت کنی. پس نماز رازش در چیه؟ در اینه که وقتی شما ریستارتی میشی، برای همین مادرت میره تو جهنم، به قول دوستان میگن هیچ سودی از نماز نمیکنه، چون شما وقتی که ریستارتی میشی بهت میگن آقا مثلا نماز بخون. شما لحظه ای که نماز میخوای بخونی مثل تلپاتیه، یعنی شما وایسادی میگی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، اون میگه برای میبینی دیگه، بگو الله احد الله صمد. نماز اینه. یعنی یک ریستارتی وقتی بهش نطفه میکارن، یعنی در اصل وارد اپش رو دانلود میکنن توش، این اپ رو داره. شما الان برو تو فیسبوک، من هر چی وانه میکنم میرم تو فیسبوک، نمیتونی اول موبایلت میری تو اینترنت سیستم واسه به همین کارا بتونی اپ رو دانلود کنی میری تو. نماز رازش اینه که این آخوند نمیشینه نماز میخونه مثل گاو، نمیفهمه اینه. یعنی هیچ چیز داره، اون اصلا نه اینترنت داره نه اپ داره نه وصل به گاد، هیچ کاری نمیتونه نماز بخونه. اصلا همه نگاه میکنن، یعنی اون بالا جبرئیل اینجوری حالا چیکار میکنن با سناشون بس هم با کی دارن میخونن؟ قبلت کدوم بره؟ اگر وصلی به دریا بنگری، دریا تبینم به صحرا بنگری، اپو دانلود کن برو دم دستشویی، برو تو تلگرام. آیا میشود به تلگرام تو دستشویی رفت؟ بله. کنار دریا؟ بله. این وری وایسم میره؟ بله. این وری وایسم میره؟ بله. نماز قبله نداره. اپتو که اپو تو دانلود کردن به دریا بنگری، دریا تبینیم، برو تو دستشویی بزن مامان سلام، بیا تو اتاق خواب بزن مامان سلام، مامان میگه سلام عزیزم. پس نماز رابطه است. یعنی شما نمازی که میخونی باید اول اون اپراتو دانلود کنه، بعد وای میسی میگه ربنا آتنا، وصل میشه توی فضای مجازی اونجا، هم دیگه رو میبینید و هم صحبت میکنید. همین موضوع همینه. صحبت میکنید بعد یه سری موجودات هم وایسادن و حرف میزنن و گپ میزنن. اپ دیگه حالا توش هم هستن دیگه، ممکنه بیده رئیس جمهور جمع تو باشه اپ دیگه. دانلود چه؟ اینو باید دانلود کنن. صاحب اپ داره، دیدی که ریخ بیرون، ما رو سانسور کرد، نیخوان بیرون. چون ما صاحب اپ تویتر نبودیم، اون دنیا ما صاحب اپ همشه سیستمه. اونجا ما میندازیم بیرون. های برو بیرون. این بیادالتی رو اینجا دیدی؟ اونجا پر بیادالتیه. کی گفته اون برای عدالته؟ هو عادله. های خدا یعنی هو گفته من عادلم، مثقال انزرن یره خیرن یره هو. و الان هم عادله، شتاب جاذبه رو من 98 رو اونم 98، ولی این قاتل اون مقتول کی اینا رو میبره جهنم بهش؟ هو انسان کامل که اصلا عادل نیست. انسان کامل اصلا عادل نیست. میگه حسینی؟ میگه بله حسینی رئیس همه. شما خبیشه؟ برای زیر پاش اه؟ شما رو زندان پادشاه. اصلا عادل نیست.
برو احادیث این شیعه رو بخون شاسگون. بله با محمد گفتن، گفت اهل بیت هم خودم میفرستم تو بهشت. گفت گناه کنه، گفت مهم نیست، فامیلمونه، میندازم تو بهشت. عیسی هم همینه، گفت هر کی منو ببینه میره تو بهشت. اصلا عادل نیست. آقا عیسی هر کی تو رو نبینه چی؟ نمیره تو بهشت. چرا؟ چون عادل نیست عیسی. راز این تو صاحب جهنم بهشت کیه؟ انسان کامل. و همه خاطر ایلیا ابن عمران به قول شما علی ابن ابی طالب میگه مقصرش جهنم من آجی. ها من این همه ابو جهل ابو حکم هم دانش داشتم، آدم با سوادی هم بوده واقعا، ابو جهل که این هم آدم بزرگی بود تو سواد. بله من فامیل تمام نمی راد نمیدم. خب این یارو من زنا کردم، میگه نه پسخاله شما کرده، میگه بله. من دوستی کردم، میگه نه پسخاله شما کرده، بله. من 15 سال درس خوندم، رفتم حوزه علمیه قم، این کسی اینجا نرفته، بی سواده، میگه بله. میگه بچه نمیره تو بهش، میگه بیا دلم میخواد. هیچ عدالت اون بر وجود نداره جی، کلا اشتباه فهمیدیم موضوع رو. عدالت برای هوه، یعنی شتاب جازه بر همه است، اون بر همه چی هست صوفیسمه. و این صوفی که میکشیه های حیوان اونم اینجوریه آی منه نکش. بازیه، دارن بهت میتفونه نیبری، کمدیه، دارن مسخرت میکنه، صوفیه داره مسخرت میکنه، صوفیسمه داره مسخرت میکنه، ما داریم مسخرت میکنیم. پس نماز بعد از دانلود اپ رابطه برقرار میکنه، برای همین میگه آخرش میگه السلام علیکم، یعنی سلام به شما. منم همینطور، من میرم وارد اپ میشم، تصویر اینستاگرام هم سلام بینندگان عزیز. حالا فکر مادرت نشسته سلام بینندگان عزیز، یارو رب میگه روانی شما آنتنین، رو آنتنین تلویزیون دارین با کسی دارین حرف میزنین؟ میگه نه. میگه آقا حسینی میگفت سلام بینندگان عزیز. خب میگه احمق، وصله رو آنتنه داره با مردم حرف میزنه. بله بله واحد. میگه خب شات کن اون تو وصله، تو اپ نماز، اپ نماز اپ داره، اپش وصله و از حرف میزنه. بعد صوفی میگه این کارو بکن اون کارو بکن، اینطوری کن با هم میبینن نگران اینطوری میگه. و هم خاطر ایدیا ابن عمران میگه خدا دیدنی من نشو داره میگه نمیبینیم، من نمیفهمم. اپ رو دانلود کن آجی، و دانلود کن تو خوده، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. برای همین محمد نماز نخون و دید. وقتی دید جبرئیل اومد گفت این اپو دانلود کن. گفت این چیه؟ گفت دیگه با هم گاخ دلم تایم میشه، با هم میبینیم هم دیگه، هر شب هم دیگه میبینیم، وقت دل خواست بیه بالا، من حق روشن بودم صحبت میکنم. برای اون دادن اپ نماز دانلود کردن، واسه عیسی یارو برشه میخونه، بعد دیگه هیچی نشه، بعد پولم میاد. چون پشت یک موضوعیه که یارو نماز میخونه پول میاد، نمیدونه دارن خرداغ میکنن، خبر نداره این پوله برای چی داره میاد. میبینی خدا رزاقه، خدا اینجوریه دیگه، شتاب جاذبه. من دست و پا ندارم. میگن خدا رو نشناخت. آف کورس که خدا رو کسی نشناخت، آف کورس که خدا رو کسی نشناخت، آف کورس که هر کدوم از ما خدای متفاوتی داریم، افکارس که خدای من با خدای تو متفاوت، افکارس که خدای من عادل نیست و مرا نجات میدهد، و خدای تو عادل است چون طبیعت توست، خدای تو در دل توست و خدای من در دل من، خدای من دست و پا دارد نجات میدهد، تو به خدای متوسلی دست و پا ندارد، این حیوانات میمیری و در مقابل چشمان خدای تو قاتل مقتول را میکشد و خدای تو به هر دو کمک میکند، و تو داستان نوح در طول تاریخ همین الان داری میبینی، یعنی آب اومده داره میبره، چون 100 سال دیگه این 7 میلیارد آب برده شد و یه عده‌ای در کشتی نوح هم همین الان دارن نجات پیدا میکنند و زبالا هند و بالا میروند، و تو همین در تخیلی که کی طوفان نوح میاد. افکارت که تو در طوفان نوحی مای فرند،
و کشتیبان فقط کسانی که سوار میشوند رو نجات میدهد. چرا؟ چون حیوان خبر ندارد ز جهانه آدمیت. بدرود.